ناب محمدی و هم خداپرستی می آوردم. بار الها به خیالم من تو را می خواندم، به سحرگه خواندم. توی قادر، توی مطلق، بسوزان ریشه ظلمت که من فریاد ز نسلی آسی و قومی پریشانم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأبرار أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين وأئمة الهدى أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاللهم اهد أعداءهم وأعداءك أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بسلام خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زنده هفتگی تلسم شکنان. سخن ما در این برنامه ها از شناخت الله، عبودیت الله و اون هم از لابلای کلام الله. کتاب الله که از آسمان ها نازل شد، از سوی خالق بشر آفریدگار انسان ها نازل شد تا اینکه مایه رستگاری، سعادت، خوشبختی و تکامل این انسان باشد. توجه به آیات قرآن انسان به یک حقیقت میرسه و اون هم این که این قرآن سعی و تلاش بر خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت این انسان داشته. احکام عملی که سعادت این دنیا و خوشبختی این دنیا را تضمین میکنه رو بیان فرمود. هنجارها و ناهنجاریها را بیان فرمود. راهکارهای مناسب و بیرون رفت از مشکلات و بحرانها را مطرح فرمود. و همچنین پیشگیری هایی که در واقع جلوگیری میکنه از این که انسان در بحرانهای اخلاقی و غیر اخلاقی واقع بشه. بررسی دقیق آیات قرآن انسان به عظمت، شکوه و معجزه بودن این کتاب پی میبره و یقین پیدا میکنه، به رؤیت العین میرسه به این که این قرآن از سوی انسان نیست. بارها این مطلب رو عرض کرده ایم و باز هم میگوییم و اون هم این که تنها کتاب مقدسی است که 1400 سال از عمرش میگذره اما یک کلمه تغییر و تحریف و کم و زیاد نشد. امروز شما اگر این قرآنی که امروز چاپ شده با قرآنی که مثلا 1000 سال پیش در موزه ها وجود داره رو تطابق بدین، نسخه برابر اصل بدون یک حرف یا یک کلمه کم و زیاد. این کتاب نسخه مادرش در اختیار ماست، یعنی نسخه‌ای که ترجمه نشده ما در اختیار داریم، یعنی الفاظی که خود الله تلاوت و تلفظ فرمود و عین کلام الله در اختیار داریم. برخلاف دیگر کتاب‌های مقدس و کتاب‌های گذشته، ما امروزه کتب مقدس گذشته، تورات و انجیل را در اختیار نداریم که نسخه مادر باشه، یعنی این که ترجمه نشده باشه، نسخه اصلیش باشه. تمامی کتاب‌های مقدس امروزه همه ترجمه شده بشرند. نسخه اصلی کجاست؟ خدا می داند. هیچ کس نمی دونه. حتی علما و دانشمندان بنی اسرائیل، یهود و مسیحی هم اطلاع ندارند کتب اصلی کجاست. همه این کتب مقدسی که امروزه وجود داره مشخص نیست، زیرا کتب اصلی به زبان آرامی بود و اون نسخه وجود نداره امروز. عظمت دیگر قرآن به اینجا برمیگرده و اون هم این که قرآن مسائل و مطالبی رو بیان کرد که عقل بشر
صد سال پیش هم بهش نمیرسید. و در اون وقت و این آیات هم در همون وقت قابل فهم مردم بود، در این حال با پیشرفته شدن این سیستم ها این آیه هم قابل فهم امروز با روشی دیگر و این محتوا. ما امروز آیه دیگری از آیات قرآن رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. بدون شک و به طور قطع چه خداشناسان و چه خدانشناسان، چه دینداران و چه لادینان، تمامی عقلای جهان اتفاق نظر دارند بر این که این کره خاکی از بین خواهد رفت. در تحقیقات علمی فضاشناسان و در واقع وکاله فضاشناسی ناسا این رو بیان کرده، ببین که این کره خاکی و این خورشید و این منظومه شمسی روزی از بین خواهد رفت. به همین دلیل بشر هم سعی میکنه همیشه جستجوی زندگی جایگزین این زندگی همیشه باشه. بر کره ماه پانهات، بر کره مریخ فرود آمد تا اینکه شاید بتواند نقاط اشتراک محیطی و زیست محیطی این سیارات و کواکب رو بررسی کنیم. آیا قابل زیستن در این کرات و سیارات هست یا خیر؟ این خداوند در قرآن بیان فرمود به این صورت، آیه 48 سوره ابراهیم رو با هم دیگر گوش میدیم. من سعی میکنم این آیه رو، آیات همه مرتبط به همه، این بخش آیه رو ابتدا گوش میدیم با صدای محمد صدیق المنشاوی شیخ القراء. خب اکتفا خواهیم کرد به همین آیه. پایان بخش سوره ابراهیم، ببینید چه زیبا خداوند نتیجه و هدف این قرآن این است، هدف تمامی حکایات این هست، این قسمت رنگی رو، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليعلموا انما هو اله واحد. این است بلاغ و ابلاغ، اطلاع رسانی به تمام مردم تا اینکه پند بگیرند و بدانند اینکه اوست الله، یگان معبود واحد، یکتا و یگانه. نومد به اینکه بگه ولی علمو ان علی هو امامکم، ان حسین و ان عمر ان ابوبکر، نه اصلا سخن از مخلوق اینجاها نیست. علی، حسن، حسین، ابوبکر، عمر، عثمان، اصلا خبری از اونها نیست. وليعلموا انما هو اله واحد، وليعلموا ان، توجه به این کلمات طلایی که از بالای هفت آسمان نازل شد، قفلهای قلبها رو باز میکنه و انسان به نوری گسترده رو پیدا میکنه و قلب انسان رو صیقل میده. وليذكر اولو الالباب. خب خداوند در این سوره مفصلا مطالب خیلی زیبا رو مطرح میکنه، بس از حضرت ابراهیم هست و کلا حکایت الله، سخن در این آیات همه الله. الحمدلله الذي وهب لي، حکایت ابراهیم، رب اجعلنی مقیم الصلاة، ربنا اغفر لی ولی والدی، از اینجا شروع میشه. خداوند میفرماید یک حکایت جدیدی از اینجا گویی اینکه شروع میشه. میفرماید ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ظالمان، ستمگران، طغیانگران، دیکتاتورها، مستبدین، مغروران، خودبینان گمان نکنند که خداوند غافل هست.
گمان نکنند که خداوند اطلاع نداره، گمان نکنند که خداوند به تعبیر خیلی عامیانه و ساده بیخیال شده از اون از این چیزی که انجام میدهند ظالمان. انما یؤخرهم، در واقع این جنایاتشون رو به تأخیر انداخته، عاقبت شومشون رو به تأخیر انداخته. لیوم، به روزی که تشخص فیه الابصار، چشمها وحشت زده شده، چشمها از حدقه در واقع بیرون اومده. صفحه بعدش، مهتعین مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیهم طرفهم و افئدتهم هوا. داره شدت وحشت روز قیامت رو در این آیات مطرح میکنه. برای اینکه وقت خیلی از وقت استفاده کنیم، ما چون موضوع برنامه در واقع قیامت نیست، ما سعی خواهیم کرد که به این آیات زیاد، به تفسیر این آیات وقت نذاریم. و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب فیقول الذین ظلموا، روزی که عذاب میاد، اونهایی که ظلم کردن، دیکتاتورها، خودخواهان، مستبدین، طغیانگران، اونهایی که به اوج طغیان رسوندن، خواهند گفت بار اله به ما مهلت بده، الى اجل قریب، یک کمی خدایا، یه ساعتی، نیم ساعتی، ده دقیقه به ما وقت بده بار الله، ما غلط کردیم، ما اشتباه کردیم، ما فل، نه خیر، نجب دعوتک و نتبع الرسل، ما سنت پیامبر رو در پیش بگیریم، و نتبع الرسل، ما سنت پیامبر رو در پیش بگیریم. اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، آیا شما خودتون همینا نبودین که در واقع با این خودخواهیتون گمان میکردین که دیگر زوالی و از بین رفتنی در کار نیست؟ و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا و قد مکروا مکرهم، دنباله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله، خداوند وعدش رو در واقع خلاف وعده نخواهد کرد. تا محل شاهد، یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که زمین رو عوض خواهیم کرد، این کره زمین از بین خواهد رفت. کافی است یکی از کواکب، یکی از سیارات از مداری که بر آن قرار گرفته خارج بشه، همه چیز مختل خواهد شد. حتی گاهن این تغییر اختلاف مسافت‌های خیلی کم اگر از مدار منحرف بشه، همه چیز مختل خواهد شد. شما امروز شبانه روز رو 24 ساعت بسیار دقیق، گاهی نشده 24 ساعت و یک ثانیه باشه یا 24 ساعت و یک دقیقه، بالاتر پایین در نیست، سر وقت روز شروع میشه و سر وقت شبانه روز به پایان میرسه. دلیل بر نظمی است که خداوند ایجاد کرده. اما روزی خواهد رسید که این زمین از بین خواهد رفت. یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین دیگری بشر پا خواهد نهاد، بشر از بین خواهد رفت. و السماوات و برزو لله الواحد القهار، انسان‌ها در مقابل الله بارز می‌گردند، یعنی آشکار می‌گردند. من سعی می‌کنم که ترجمه مشترک فارسی و عربی رو ارائه بدم. برزو، بارز می‌گردند، لله یعنی شناخته شده هستند، آشکار می‌گردند، لله الواحد القهار. خداوند مناسبت به مناسبت قدرت اینجا وصف واحد القهار را به کار برد، یکتا و چیر شونده، بر همه چیز مسلط. در سوره متشکرم تخت فرمان، اگر بله گویی شارژ لپتاپ بر صورت به پایان رسید، در سوره غافر خداوند به نحو دیگری این رو مطرح میکنه. در سوره غافر میفرماید یومهم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. تقریبا میتونیم بگیم با همون، بله اگر تصویر لپتاپ رو اتاق خانم مدت زمدیم،
انشاءالله که این دفعه با اون مشکل مواجه نشیم. در سوره غافر آیه 16، سوره غافر آیه 16 رو با هم دیگر مطالعه میکنیم. بله، یومهم، جا داره این مناسبت هم این آیه رو با صدای شیخ القراء محمد صدیق المنشاوی بشنویم. آیاتی بسیار زیبا، کلماتی بسیار درخشان، تنین انداز و سیقل دهنده روح و روان انسان، انسانی که به این کلمات الله ایمان داشته باشد، خداوند دوست داشتنی و مهربان و رحیم و رؤوف و لطیف و کریم و مجید، چگونه در این آیات بندگانش رو در واقع آماده میکنه برای خوشبختی روز آخرت. ای انسان، و به ما ایرانیان ظلم کردند، ظلم به این که این قرآن را از ما گرفتند، ظاهر قرآن را از ما نگرفتند، آمدند و گفتند که شما قرآن متوجه نمیشید، اگر کسی قرآن به تنهایی بخواند گمراه میشه، و قرآن به تنهایی خود والعیاذ بالله گفتن گمراه کننده است. در این آیات فقط الله بود. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. آیه بعد ان الله سریع الحساب یعلم خائنة الاعیون والله یقضی بالحق. همه الله، فقط در این قرآن الله معرفی شده. محل شاهد رو با هم دیگه میخونیم. خداوند سخن از روز قیامت داری میگه. یومهم بارزون، روزی که همه بارز میشن، یعنی آشکار میشند، همه انسان ها، از نخستین انسان تا آخرین انسان، چه کودکی که از دنیا رفته، چه پیر و چه جوان و چه زن و چه مرد، و همه اونجا ظاهر میشند. جباران و مستکبرین هم ظاهر میشند، اونهایی که در دنیا طغیانگری را به اوج رسوندن، ثروت و دارایی اونها، ثروت و دارایی دنیا اونها را مغرور کرده بود و گمان میکردند که تمامی نعمتها دیگر در آنها جمع شده است، و این رو به اوج غرور رساندند. اونجا هم حاضر شدند، انسانهای بدبخت فلاکت دیده هم اونجا حاضر شدند، انسانهای مصیبت دیده اونجا هم حاضر شدند، کور و کر و شل و لال و هر چه انسان هست اونجا حاضر شدند. سختی مصیبت دیدگان تمام شد، لذت شهوت چرانان هم تمام شد، خوشی ها رفت، سختی ها هم رفت، هیچی باقی نموند. اما یه چیزی باقی مونده، آثار خوب یا بد. شاید در این دنیا انسان آثار خوب و بد رو بر روح و روان خودش احساس میکنه. حتما دیدین گاهن، شاید برای همه ما انشاءالله این حالت پیش اومده، گاهن فقیری، بینوایی، گرسنه‌ای رو انسان یه لیوان آب میده، یه غذایی بهش میده، احساس میکنه قلبش یک شادی در قلب خودش احساس میکنه. این همان آثار عبادته. اسلام ما پیام و دستور داده به خوب بودن و خوبی تقدیم کردند. یومهم بارزون، همه بارز شدن. لا یخفا علی الله منهم شی، بر الله هیچی پوشیده نیست. اینجا علی نیست، عمر نیست، رسول نیست، لا یخفا علی علی شیئا نیست، بر اساس اون روایات مزخرفی که هیچ اساسی در دین نداره، یا لا یخفا علی عمر، یا لا یخفا علی رسول خدا، نه، لا یخفا علی الله منهم شی، فقط الله، فقط الله. این اللهی که جامعه ما از اون میترسیم، و اگر کسی پشت ماشین خود نوشت بیمه الله، دستگیر میشه.
اگر روی مغازه خود نوشت بیمه الله دستگیر میشه، بیمه ابوالفضل بایستی بنویسه تا اینکه لوح تقدیر بهش بدن. این الله در جامعه ما هیچ محلی از اعراب متاسفانه براش قائل نیستند. هیچ، در واقع روحانیون متاسفانه بخش عظیمی از روحانیون ایران الله را آتشی در کاهدان خود میدونند. این الله خیلی براشون خطر داره. چرا؟ چون اگه این الله بیاد دیگه گنبد بارگاه ها تعطیل میشه، دیگه مردم یا ابوالفضل و یا عمر و یا حسین و یا علی نخواهند گفت، دیگه یا الله خواهند گفت. اگر یا الله بگن دیگه این دلالان دکاندار سودجوی مصلحت طلب در واقع شکم پرست شکم گنده هیچ وقت شکمشان پر نخواهد شد، چون الله که بیاد دیگر همه این دلالان سودجو رو از بین میبره. لا یخفا علی الله، لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لله الواحد القهار، اذان الله است. به همین اندازه اکتفا خواهیم کرد، هرچند که حکایت قرآن بسیار زیباست. قرآن قلب انسانهایی که مانند سنگ بود رو آب کرد، نرم کرد، صیقل داد. خداوند در این قرآن، این قرآن را به این صورت بیان فرمود: و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. ما این قرآن را روحی مانند روحی از سوی خود قرار دادیم. تو نمیدونستی این کتاب چیست، ایمان چیست، اما ما این کتاب را نوری قرار دادیم. نهدی بهی من نشاء من عبادنا. بار دیگر قرآن را بخوانیم، توجه نکنیم به حرف دلالان و دکانداران مذهبی. دین و مذهب رو فقط برای ارضای شهوات خود قرار دادند. اگر این دین، این قرآن شهوات اینها رو تضمین کنه، با اون هستن و با سینه تمام اون رو میپذیرن. اما اگر این قرآن شهوات اونها قرار نباشه، شهوات اونها رو ارضا کنه، شرمنده، بایست این آیات توجیه بشه. با کدوم هزینه مهم نیست، مهم اینه که این آیات توجیه بشه و ارضای شهوات اونها را تضمین کنه. آمدن و برای شهوت جنس عبادتی به نام صیغه قرار دادن، عبادتی به نام صیغه قرار دادن، زیرا اجر داره و اگر کسی اون را قبول نکنه ایمانش زیر سوال میره و گناهکار است و لعنت گاهن براش فرستادن. کسی که عبادت صیغه را قبول نداشته باشه، ازدواج 5 دقیقه، 10 دقیقه، تا نیم ساعت، تا 1 ساعت، تا سالها، بر صورت ازدواجی که میتونه هر شخصی که در کوچه بازار هر کسی رو دید برای 5 دقیقه 10 دقیقه جای خلوت کنند و شهوت جنس ارضا بشه. شهوت مال و ثروت و دارایی 20% مالیات بایستی به مرجع تقلیدش بده. خودش هم حق نداره بین فقرا و مستمندان تقسیم کنه، بایستی به مرجع تقلیدش بده. شهوت حکم بر مردم تحت مرجعیت تقلید و ولایت فقیه، اگر کسی قبول نداشته مرگ بر ضد ولایت فقیه، بایستی از بین بره. لعن و نفرین و مرگ بر کسی که این شهوتش رو نپذیره. دیگه چی ممکنه تو دنیا انسان لازم داشته باشه که در این سه عنصر قرار نگرفته باشه؟ شهوت جنس، شهوت ثروت و دارایی و شهوت حکم بر مردم. مرجع تقلید خداست، نامش هر چی بگذارن مهم نیست. کسی حق نداره فرمانش رو رد کنه، کسی حق نداره بگه بالای چشت ابروست، کسی حق نداره حکم حرامش حرامه، حلالش حلال. هر چی گفت خداست، قانون گذاره. ولی فقیه همین حکم داره، مطلقش یا نسبیش مهم نیست، هر دو حالت همون چیز هست. متولیان دینی ما نداریم، مبلغین دینی داریم و مبلغین دینی هیچ تفاوتی با دیگر بندگان خدا ندارند. برعکسش، مبلغین دینی اگر نافرمانی کنند گناهشان چند برابر خواهد بود نسبت به دیگران.
این آیا غیر از این سه عنصر سراغ دارین که انسان در این کره خاکی نیاز داشته باشه؟ جنس، ثروت و دارایی و حکم بر مردم. دیگه چیست؟ تمام شد. که از این سه مورد هم در نه قرآن نه روایات دینی هیچ خبری نیست. حضرت علی انجام نداد، حضرت زهرا انجام نداد، حضرت حسن انجام نداد، حضرت حسین انجام نداد. اما دلالان مذهبی برای ارضای این شهوات از زیر خاکم که شده روایت ساختن، از زیر خاکم که شده توجیه کردن تا اینکه بردگی مدرن رو به نمایش گذاشتن. به پایان وقت کارشناس رسیدیم. ظاهرا در هفته گذشته ما کلیپی از دو جوان آمریکایی که در واشنگتن تماس تصمیم گرفتند با یک سجاده در واقع در فضای شهر نماز رو برگزار کنند بسیار جذابیت خاصی ظاهرن داشته و بینندگان زیادی درخواست داشتند که ما اون رو مجدداً پخش کنیم. در این قسمت مجدداً اون کلیپ زیبا رو پخش میکنیم. من انشالله این درسی باشه برای همه ماها. هیچ وقت از انجام عبادت خجالت نکشیم. هیچ وقت عبادت رو عقب موندگی ندونیم. برعکس ببینید در آمریکا واشنگتن این دو جوان آمریکایی اسلام آوردن و در فضای شهر با سجاده خیلی راحت دارن نماز میخونن و این گونه اسلام رو تبلیغ. نیازی به هیچ گفتنی هم نیست. من تمنا میکنم و ابتداعا به خودم و سپس به شما خواهران و برادران عزیز، یک سجاده خیلی کوچک در کیف دستیمون باشه، همراهمون باشه. هر جا وقت نماز شد بلافاصله رو بلواری شد، کنار جایی شد، سجاده رو فرض کنیم، نمازمون رو بخونیم. از هیچ کسی هم نترسیم، فقط از الله. این کلیپ بسیار زیبا رو شاهد باشیم و بعد از اون با صدای شما ازانه بیننده. Their name is Ahmed, Hassan, Muhammad, Ali, or whatever. They don't realize that Islam is golden. It's priceless. Absolutely. I think that's one of the shames of Tehran. One of the shames of Tehran is that they hinder people like people of Ahlul Sunnah, and they harm them and they hurt them and they close their mosques down and they kill their scholars, etc. All of this is a big shame upon Tehran, really. And for Kalama TV, it would be the same. I would tell everybody that we human beings need to give everybody room to move, to grow, to understand. We need to be a lot more compassionate to each other. Obviously, the companions of the Prophet Muhammad, like you said. ایشان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند و ما بر یقین و هدایتشان افزوده بودیم. قابل توجه بینندگان فهیم شبکه جهانی کلمه، لازم به ذکر است که این شبکه هیچ گونه مسئولیتی در قبال تماس‌های بینندگان به عهده نخواهد داشت. و واقعاً به همون دین ناب محمدی و همون خداپرستی می آوردم. بار الها به خیالم من تو را می خواندم، به سحرگه خواندم. توی قادر، توی مطلق، به سوزان ریشه ظلمت که من فریاد ز نسلی آسی و قومی پریشانم. با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زنده هفتگی تلسم شکنان. کلیپ بسیار زیبا، ابتکاری بسیار جالب از هدایت یافتگان آمریکایی. یه فرقی آمریکا با ایران ما داره و به خصوص تهران، که آمریکایی از الله نمیترسند، در ایران ما از الله خیلی میترسیم. اگر در آمریکا کسی پشت ماشینش بنویسه بیمه الله یا کنار مغازش بنویسه بیمه الله، به جرم وهابیت دستگیر نمیشه. اما در ایران ما شاید مشکلاتی براش درست کنن،
به چه حقی بیمه الله نوشتی؟ مگه نمیدونی ابوالفضل هست؟ اگر کسی آیه‌ای بنویسه ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين، دستگیر میشه. یا و من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون رو بنویسه دستگیر میشه، اما در آمریکا دستگیر نمیشه. اگر در آمریکا کسی کنار خیابون نماز خونده، نماز جماعت برگزار کرد، دستگیر نمیشه. اما در تهران ما اگر کسی نماز جماعت برگزار کرد برخلاف تصور یا اندیشه عملی آخوندها دستگیر میشه. در آمریکا دستگیر نمیشن. من تمنا میکنم، خواهش دارم، اگر ممکن باشه بر هر چیزی بنویسیم بیمه الله، البته مشروط بر این که اهانت بهش نشه، بر اتومبیل خود، بر مغازه های خود، بیمه الله. اگر کسی هم گفتم الله مگر جرمه، بیمه الله بنویسین و واقعا بیمه الله باشیم. من وقت رو زیاد نمیگیریم، میریم سراغ پیامگیرها. کاش برخی مجموعه از سپاهیان عزیز و طلاب جوان که پیام گذاشتن در پیامگیر توصیه نکردی بودند که پیام های ما پخش نشه. دوست نداریم برای کسی دردسر درست بشه. به همین دلیل کسی که پایان کلیپ یا ابتدای کلیپ حتی گفته باشه که پیام من پخش نشه، ما اون رو پخش نخواهیم کرد. تعهد داریم با بینندگان خود و این رو انشاءالله حتما به تعهد خود عمل خواهیم کرد. شما طلاب جوان پیشنهادی داشتین، انتخابی داشتین و بر صورت واهمی داشتین، دوست نداشتین صداتون پخش بشه، ابتدای کلیپ فقط خواهشن ابتدای کلیپ بفرمایید، این کلیپ پخش نشه، بعد توصیه‌های خود، پیشنهادات خود، مسائلی که هست رو ارائه بفرمایید. ما بدون اطراف وقت میریم اولین پیامگیر رو میشنویم. سلام علیکم. من از ایران تماس میگیرم و تاشای دیروتر ماه مخرم شیعه بودم، ولی برنامه شما باعث شد که من هدایت بشم و خودم موکب و یا همون هیئت تشکیل میدادم، ولی الان دیگه وقتی که هدایت شدم و فهمیدم که کار اشتباهی میکنم، به لطف خداوند شما رو دنبال میکنم و هدایت شدم، ولی احتیاج به کمک دارم. از هر نظر هنوز نمیدونم نماز چطوریه، نمیدونم اصول شرعی چطوریه و احتیاج به کمک دارم. من از فاروق از ایران. خدا نگهدار شما بیننده عزیز. امروز به حمدالله فضای مجازی و اینترنت، در واقع سایت ها و وبسایت ها و بلاگ ها، این کوتاهی در زمینه احکام عملی رو پوشش داده. هرچند در ایران شاید به زحمت بشه کتاب های احکام عملی غیر از اندیشه روحانیت حاکم بر ایران پیدا بشه، اما به حمدالله شما میتونید با ایمیل book@kalame.tv مکاتبه بفرمایید. من تمنا میکنم از عزیزانی که بر صورت دوست دارن تحقیق کنن، با ایمیل book@kalame.tv مکاتبه بفرمایید و کتاب هایی از آیت الله العظمى سید ابوالفضل برقعی قومی. ایشون یکی از مراجع عالی قدر جهان تشیع بودن، مجتهد شیعی بودن، هم کلاسی های آیه خمینی بودن. ایشون فکر شیعی را کنار گذاشتن و مذهب اهل سنت را پذیرفتن. کتاب های متعددی بعد از هدایت خود نوشتن و این کتاب ها، آیت الله العظمى سید ابوالفضل برقعی قومی، برای هیچ کس گمنام نیست. همه میشناسنش، در قم همیشون رو میشناسن و قبر ایشون در امامزاده کنار امامزاده شعیب دفن شده. ما تصاویر عکس هایی از قبر ایشون هم در اختیار داریم که انشاءالله پخش خواهیم کرد. ایشون در قم، شهر قم شناخته شده هستند که نهایتا در هنگامی که نماز تهجد میخوندن ایشون رو گلوله باران کردن که چرا اندیشه غیر از اندیشه آخوندها رو انتخاب کردی. اما به حمدالله از این ترور نجات پیدا کرد و بعدها به رحمت خدا رفت. روحش شاد و راهش گرامی باد. بیننده بعد رو میشنم. الو، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بهروز هستم از منچستر. سلام. من واقعا میخواستم از برنامه قشنگتون تشکر کنم و مدت ها هست که برنامه شما میبینم از منچستر.
ولی که من قبلا شیعه بودم، الان سنی شدم و خدا رو شکر میگیرم. و فقط تنها موردی که داشتم که خانمم شیعه است و هر کاری میکنم که اینو به اصطلاح تمام آیات و به اصطلاح کتابات و اینایی که من دارم را توضیح میدم مشکل هست. فقط خواستم از شما راه چار بگیرم. انشاءالله خدا یار شما باشه. السلام علیکم. سلام و رحمت الله. حکایت اندیشه میتونیم مثال خیلی ساده و عامیانه بزنیم. حکایت بازی شطرنج. شما اندیشه حق را راحت میتونید ثابت کنید و اندیشه باطل را کشمات کنید. خیلی ساده. هر کسی بایستی منی که یک اندیشه دارم برای اون اندیشه خودم دلیل داشته باشم. مگر اینکه شخص تعصب داشته باشه که اون دیگه نمیشه هیچ. مثل کسی که بازی شطرنج بلد نیست. خب اسب رو دوست داره بازی وزیر باش انجام بده، یا اسب مثلا جای رخ بخواد حرکت باشه، با اون شخص نمیشه بازی کرد، نمیشه اصلا، هیچ با هیچ صراط مستقیمی نمیشه ادامه داد. آقا از اول شما کشمات میشین چه برسه به اون. این که تعصب در واقع قفل کرده، کلیدش هم قورت داده، هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی در واقع با سطل انسان بیاد آب دریای خزر رو جابجا کنه راحت تره از این که بیاد بحث گفتگو کنه با این افراد. این رو کنار بگذارید، دعا براشون فقط بایستی بکنید، چون تعصب دیگه چشمو میبنده، پرده میکشه، هیچی نمیبینه. هر کسی برای هر اندیشه خودش بایستی دلیل داشته باشه. دلیل برداشت نمیشه. اصول دین و اصول مذهب و اصول اسلام بایستی حتما دلیل صریح باشه. زمانی که میگه به عنوان مثال امام زمان وجود داره، بایستی برای این اعتقاد خودش یک دلیل صریح و صحیح داشته باشه. قضیه خیلی ساده. شما ببینید، من این سیستم ادعا میکنم این لپتاپ متعلق به منه. در یک سیستم قضایی منصفانه و عادلانه، خب منو مطالبه به دلیل میکنم. آقا چه مدرکی داری که این متعلق به شماست؟ من بایستی فاکتور خرید رو ارائه بدم. این فاکتور خرید بایستی چند تا ویژگی داشته باشه. یک، بسیار خوانا واضح باشه، صریح نوشته شده باشه، نامن نوشته شده باشه و این فاکتور معتبر باشه. یعنی در یک کلام صحیح باشه و صریح باشه، تا این که بتونی این فاکتور خرید ملکیت این سیستم را به من ثابت کنه. من مثال خیلی ساده و عامیانه زدم. دلیل همین حالتو داره. من زمانی که میام اندیشه من اعتقاد به امام زمانه، من بایستی یک دلیل رو ارائه بدم که صریح برسونه امام زمان فرزند حضرت حسن عسکری وجود داره. چون معتقدین به امام زمان که یک مذهب و 50 مذهب و 100 مذهب نیست. در طول تاریخ اینقدر مذاهبی اومدن. بعضیا گفتن حضرت علی امام زمانه، بعضیا گفتن محمد ابن حنفی امام زمانه، بعضیا گفتن موسی کاظم امام زمانه، بعضیا گفتن اسماعیل ابن جعفر امام زمانه، بعضیا گفتن حسن عسکری امام زمانه، بعضیا گفتن جعفر کذاب، که البته روحانیون ایران ما فرزند زهرا را کذاب مینامند در حالی که کذاب نبود، جعفر رحمت الله علیه بود را امام زمان میدانند. بعض مذاهب امام زمان متعدد. کسی نمیتونه بگه بله روایت داریم که امام زمان میاد. خب امام زمان میاد، شیعیان مثلا اسماعیلی اعتقاد دارن که اسماعیلشون امام زمان هست، فلانی ها اعتقاد دارن. این نمیشه پس دلیل صریح، میشه دلیل محتمل فی، و اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. اگر یک احتمالی وارد شد دیگه استدلال قطعی به اون باطل میشه. من نمیتونم یک واژه کلی بیام و اون تخصیص و قطعی براش ثابت کنم. به عنوان مثال همون مثالی که عامیانه و ساده میزنیم، یه نفر بگه آقا شیر بیار، یه نفر میاد شیر جنگل میاره، یه نفر میاره شیر لوله باز میشه میاره، یه نفر میاد شیر نوشیدنی میاره. هر کدوم هم برای خودشون دلیل دارن، میگه شیر بیار. خب این نمیشه استدلال قطعی بهش کرد. چرا؟ چون احتمال درش وارد شد که احتمال داره شیر جنگل باشه، احتمال داره شیر نوشیدنی باشه، احتمال داره شیر لوله باشه. پس بایستی دلیل قطعی ثابت و صریح باشه. به همین دلیل شما با همسرتون قطعه قطعه و بند به بند برین بگین من دلیل میخوام، مدرک. یک، دادگاه عقل و اندیشه فرض کنید برگزار کردین. شما دادستان باشین، بگین من بدون دلیل اندیشه امامت نمیپذیرم. دلیل نمیتونه بگه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. چون ابراهیم امام بود پس حضرت علی امامه. بابا جان اون ابراهیم امام شد، این کاری به ابراهیم، کاری به علی نداره. خب به هر صورت شما اگر با این شیوه و این فرمول برین جلو، در عرض 3 حرکت کشمات خواهید کرد.
بیننده بعد را میشنوید. سلام علیکم بر استادان خوبم آقای تراشادی، آقای هاشمی، آقای کیالی و آقای ایدلی و تمام دست اندرکاران شبکه کلمه. خدا خیرتون بده، خدا عوضتون بده. انشالله سایه عرض ترخیل بر سر شما باشید. انشالله در درگاه خداوند شادمان باشید که این بنده را راهنمایی کردید با گفتارتون. پیامتونی گرفتم که راه حقیه، راه حق کدومه؟ خدا را باید چیمونه به فلسطین چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ من در سن 37 سالگی هنوز نمیدونیستم کلام قرآن من چی بودم. هنوز به الله نمیدونستم که این آیات قرآن چیه. باور کن بعضی وقتا من یه موقع حرف میشد با خانوادم اصلا این قرآن ترک میکردم توی حیات، اصلا معنی و مفهوم این قرآن رو نمیدونستم. فقط میگفتم من شیعم، من شیعه شیعم و خدا رو قبول میدن به شوش انتریکو انتریکو میکردم. آخه این چه دینی؟ آخه این دینی چیه؟ چه دینی که بزرگان ما را به گمراهی کشیدن؟ تما آخه این چه دینیه که حق رو نمیده؟ آخه این چه دینیه که خدا عذابی به اینا عنایت فرمیده که تا قیامت در قیامت باید با این عرض رو دستندی نکنن، فقط به سر سینه بزنن بگن حسین، بگن حسن، برن به این امام فضا دخیل ببندن، برن به این امام فضا. این عذاب الهیه دیگه. عذاب الهی نباید که چنان باشی که کسی هست از نو بگن کسی بساز آب بارون بیاد آب را بیاد به کشتی سوار کشتیشن بندگان خور و مخلص خدا نجات پیدا کنن. نه، این هم عذابه. لعنت خدا بر کسانی که انسان ها رو گمراه میکنن این اشیا. لعنت خدا بر اینا که نام خود رو گوشن شیعه ولی مرد گمراه گمراه کردن. از جان من از اون وقتی که تلفیش کردم و به دین از جنت در اومدم واقعا نبود، واقعا زندگی خوبی آروم میدارم. الله اکبر. آقا هاشم دست شما و تمام عاشقان اهل سنت که اینجا هستید، این شبکه میدید ما میشتبیم دست همه تونو میروسم. امیدوارم که این بنده حقیق بدونم یک گام در دین اسلام بردارم، یک قدم کوچیکی برای رضای خدا دین اسلام باقی برد. قربان شما، قربان شما، خدا خدا نگهدار شما. بیننده بعد رو میشنویم. به حمدالله فوج عظیمی از دانشجویان، اساتید دانشگاه، روشن فکران به حمدالله این فکر خرافی را مانند لباسی کهنه و کثیف و آلوده را از تن به در آوردن و لباس تمیز پوشیدن. باور بفرمایید خرافات، بدعت‌ها، شرکیات آلودگی است، حتی اگر هم نامش را بگذارن الماس. زباله زباله است، نامش هر چی بگذارین اون زباله عوض نمیشه. خرافات خرافاته، نامش بگذار هر چی میخوای نامش بگذاریم. شرک شرکه، نامش هر چی بگذاریم اعظم القربات الی الله نامش بگذاریم شرکه. نام ماهیت چیز و حقیقت چیز رو تغییر نمیده. یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. ببینن بعد رو میشنویم. با عرض سلام و عرض خسته نباشید خدمت عزیزان دستان نیرکار و زمکش شبکه کلمه. امیدوارم هر کجای این جهان خاکی که باشید سلامت و سرحال و شاداب باشید. عزیزان بدانید حضرت امیر مؤمنان علی دوستدار همه بودند و این کلام زیبایش که فرمودم دوست دارم 100 نفر از شما، شماهایی که امروز دربرم حقم را بدهم و 1 نفر از آنهایی که شما امروز دشمنان خود میپندار دشمنان من خود میپندارید را بگیرم. بدانید دشمنان علی مارقین و همین قاسطین و
همونهایی که امروز دم از علی زدن و پیش بر ریشه نام علی زدن، ملاهایی که امروز به نام پیرو علی نام علی رو از بین بردن و امروز مردم میگن اگه اونها هم مثل همینا بودن، اگر پیامبر امام خدا همین ملا هستن، ما نه امام میخواییم نه پیامبر رو نه خدا نه علی. پس بدانید علی دوستدار همه شما بود و واقعا کلامش زیبا چه فرمود حاضرم 100 نفر از شما رو بدهم و در مقابل 1 نفر از آنهایی که امروز شما دشمنان من میپندارید را بگیرم. دست شما درد نکنه شما. خب متشکرم. چون آخر خود رو معرفی میکنه دوست ندارم بند خود یه وقتی خدای ناکرده مشکلی برای کسی پیش بیاد بیننده ای بعد رو میشه. من خواستم بگم من الان در کاشان نمیم کنم. الان دید که واقعا خیلی ممنون از این برنامهتون، برنامه خیلی خوب خیلی عالیه. بچه من در کاشان زندگی میکنم. میخواستم بدونم که آیا اینایی که حالشون نمیشه هرچی من میگم دوباره یک چیز دیگه برای خوششون میاد، من باید چی بهشون بگم، باید چیکار بکنم، چه رفتاری انجام بدم که یه خوده مثلا به حرفا من فکر کنم، دوباره حرفا خوششون ندن، حالشون بشه. فعلا که یکی دو تاشون حالشون شده ولی دو سه تاشون اصلا که اصلا حالشون نمیشه. میخواستم اینا کمکم بکنم. خیلی ممنون. خدا نگهدار شما. بیننده عزیز، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم 3 سال زحمت کشیدن 40 نفر بهش ایمان آوردن. 3 سال 40 نفر فقط. فضای جامعه ایران ما اکنون شاید دقیقاً و چه بسا بدتر از فضای مکه زمانی که رسول خدا مبعوث شد. نام بازم تاکید، نام چیزی رو تغییر نمیده. ما اسمش بذاریم اسلام ناب محمدی، اهل مکه میذاشتن اسلام ناب ابراهیمی میذاشتن، میگفتن ما مسلمانیم چون دین ابراهیم اسلام بود، هو سماکم المسلمین، و خود را اسلام ناب ابراهیمی میدونستن و حضرت رسول را وهابی میدونستن. البته اون وقت بهش میگفتن صابی، فرق نمیکنه، فقط نام ها تفاوت پیدا کرده. به همین خاطر شما صبر کنید، مبادا مایوس بشین، با قرآن اساس کار و سپس با احادیث صحیح رسول خدا صلی الله علیه و سلم راهتون رو ادامه بدید. بیننده بعد رو میشنویم. خسته نباشید. اون آقای هاشم، ما واقعا خیلی دوست دارم. من امیر هستم از آغاز. واقعا من بر از برنامه شما خیلی تشکر میکنم. همین برنامه شما بود که من به دین واقعی به موحد شدم. الله امیدوارم که همه این حقیقت رو بفهمن، درک بکنن که این چیز واقعا این آفتابه. من نمیدونم با تمام این یعنی با تمام این چیزای حقیقتی که هست چرا بعضی هم نمیخوان قبول بکنن که همین دینه که شما میگید در اشتباه هم واقعا این چیز حقیقیه. شما هم دارید حقایق رو نشون میدید ولی حالا علت شیعه که نمیخوان قبول بکنن دیگه خدا میدونه. حالا یا مثلا میان بهانه های علکی حاشیه میرن که اصلا یه جوری که میخوان خراب بکنن چیزی، نمیخوان حقیقت قبول بکنن. آقای هاشمی ما شما خیلی ممنونیم، تشکر میکنیم، واقعا برنامه شما خیلی مفید بوده و امیدوارم تمام این مردم جهان به روزی همه موحد بشن و فقط خدا خدا بگن. مرسی، خیلی ممنون. خدا نگهدار شما. سلام بر شما و مردم غیور، شجاع، محبوب عرب در غرب کشور. شما همین که همیشه گفتیم در واقع حیات و زندگی و امنیت جامعه ایران، ایرانیان مدیون شما عربهای عزیز هستند که در هنگام جنگ ایران عراق سینه خود را سپر کردین و تاریخ ایران فراموش نمیکنه. اگر امروز از شما قدردانی نشه، اما روزی خواهد رسید که بر گردن تک تک شما عزیزان عرب مدال طلایی دفاع از ایران ان شاء الله خواهند انداخت و شما مایه افتخار ایران هستین. بیننده بعد رو خواهیم شنید. الو، سلام علیکم. سلام و رحمت. برادر عزیز من آقای سجوری، خسته نباشید. ممنون، شما هم خسته نباشید.
من از گیلان شهر شما تماس میگیرم. یه عرضی داشتم، یک آیه میخواستم از قرآن کریم بخونم براتون. و چون کسانی که شرک ورزیدن شریکان خود را ببینند میگویند پروردگارا اینها بودن آن شریکانی که ما به جای تو میخواندیم، ولی شریکان قول آنها را رد میکنند که شما جدا از دروغگویانید. سوره نحل آیه 86. یه آیه مبارک دیگه میخونم. پس چرا آن کسانی را که غیر از خدا به منزله معبودانی برای تقرب به خدا اختیار کرده بودند آنان را یاری نکردند، بلکه از دستشان دادند و این بود دروغ آنان و آنچه بر می بافتند. سوره مبارکه احقاف آیه 28. برادر عزیز من امام متقیان جناب سجودی، با گفتن اینجور آیه های سریع قرآن دیگه چه چیزی برای اینا ما میخوایم بگیم؟ دیگه خدا چجوری با اینا صحبت بکنه؟ با چه زبانی با اینا صحبت بکنیم؟ حالا این برنامه صبح کلمه شما، برنامه مستقیم شما را من نتونستم تماس بگیرم. خدمت شما عرض بکنم اینا جنگ شیعه و سنی و عرب و عجم نیست، این جنگ قبیله‌ای و عشیره‌ای نیست، این جنگ توحید و شرکه. اینا هر کی دیگه از واضح ترین چیزهای عالمه. این جنگ همیشه تو تاریخ بوده و همیشه هم باید باشه. ما هم باور کن حالا شاید کم تماس بگیریم، مثلا اینجا همیشه تماس تلفن میزنیم، بیشتر مواقع نمیتونیم تماس بگیریم، اما خدمت شما عرض بکنم ما سینه به سینه با این مشتکا داریم میجنگیم. حرف و پیغام خدا را نمیگیم امام هستیم، داریم انتشار میدیم. اگه تماس نمیگیریم بالاخره فکر نکن که شما دارید اونور جهاد میکنید. این خدا توفیقم بالاخره به یک مسلمانای تو این برم داده که اینجا دارن رسالت شما را سینه به سینه به مردم میگن و اتمام حجتی بشه به قول مبارک شما که اونور دیگه جا و حرف برای گفتن نمونه که بگن آقا نگفتید اونور رسولان کسایی نیومدن. مگه حبیب نجار کی بود؟ مگه حبیب نجار کی بود؟ اونم یک رسولی بود، یک فرستاده بود مثل شما، مثل برادرای دیگه ما تو شبکه‌های موحد که همین چیزا رو میگفتن. میگفتن که خدا یگانه رو بپرستید. به قول 124,000 پیامبر اومدن، همه حرفشون همین بود. خب شیاطین هم سرباز جنود شیطان هم در مقابلشون بودن. این جنگ همیشه بوده. اما یک مژده به شما بدم برادر من، همشهری عزیز من، که این جنگ الان یک دامنه وسیع‌تری پیدا کرده. ما هم با عهد بستیم، مؤمنان عهد بستن با خداشون که جانشون رو بدن در قبالش، حالا هرچی خدا میخواد بهشت رو بهشون، خود دنیا و آخرت رو میده بهشون. این راهی که در پیش ماست، یا یه دلیل حجت بیارن اینا که آقا راه شما اشتباهه، دلیلی برای ما که نمیتونن بیارن. این فقط یک مشت چه بگم رباخار و بغعه پرست و پلخور دارن، حرفاشون به درد خودشون میخوره. حرفای حرف منطق ندارن، منطقشون زور شهوت و پول و شهوت. غیر از پول و شهوت اینا هیچ چیزی رو نمیشناسن. دیگه وقت شما رو نمیگیرم. درود خدا بر شما، من خیلی خوشحال میشم. خدا ممنونم. خدایا نگهدار شما. بیننده عزیز، این مژده را به شما بدم، به این که حدیثی در حدیث رسول خدا عزیز صحیح است، بهترین بنده خدا را به این صورت رسول خدا معرفی فرمود، به این که اگر در به این تعبیر در حدیث آمد، به این که اگر در جلو لشکر باشه به معنای فرمانده لشکر باشه همونجا قرار میگیره، اگر در وسط لشکر باشه وسط لشکر، اگر در آخر لشکر به عنوان حالا بر صورت از اون شاید اون اهمیتی که در جلو و وسط هست آخر نباشه، میگه در آخر لشکر باقی میمونه، اگر آبکش باشه آبکش میشه، اگر هر پوستی بهش بدن همون وظیفه رو انجام میده. ما دعوت ما و این پیام توحیدی در واقع مؤسسه است که رئیس اون اللهه. حالا برخیا مثل ما همیام جلو دوربین و همه ما رو میشناسن، برخیا مثل شما ایزان کسی شما رو نمیشناسه، و چه بسا اجر شما به مراتب بالاتر و بیشتر از اجر کسانی باشه، امثال ماهایی باشه که همه ما را میشناسن. و این نزد خداوند، این عدل خداونده که خداوند همه چیز وضعیت و موقعیت های همه را در نظر گرفته و بر اساس موقعیت ها اجر رو میده. چه بسا یک قلم
قلم همه قلم ها یه کار رو انجام میده می نویسن، اما یه قلم قیمتش 1,000,000 تومنه، یه قلم قیمتش 1,000 تومنه، یه قلم قیمتش 500 تومنه، همه اما ارزش قلم ها متفاوته. به همین خاطر چه بسا شما در شرایطی که قرار گرفتین ارزشتون به مراتب و دیگران همینطور ارزششون به مراتب بالاتر نزد خدا نوچه از دیگرانی که مثلا همه اونها رو میشناسن. پیامگیر بعدی رو میشن، هرچند که وقتم خیلی محدوده، پیامگیرها هم خیلی به همدلله گسترده شده، ما شرمنده شما از جان داریم میشیم. بیننده بعد رو میشیم. الو سلام. سلام برشم. سلام آقای هاشمی. خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. میخواستم بگم درباره همین عزاداری هایی که انجام میدن همین تهران، فکر میکنید که این خیلی عزاداری هاشون مطمئن و اینایی؟ نه اصلا، اینا فقط یه عده از زنا و مردا فقط به گناه میفتن. زنا با چه وضعی، با چه آرایشهایی، با چه لباسهایی میرن بیرون، مردا همچنین، فقط میخوان گناه انجام بدن. اصلا هیچ خبری از عزاداری اونا نیست، فقط برای اینکه گناه کنن میرن بیرون. من خودم وقتی میرم بیرون اینا رو میبینم اصلا خجالت زده میشم، خجالت زده از روح امام حسین. امام حسین اصلا نخواسته که مردم اینجوری برن خودشون به گناه بندازن. واقعا خیلی متاسفم، واقعا واسه مردم ایران خیلی متاسفم. هر موقع که ما میریم بیرون شوهر میگه این چه وضعیه، زنا به این آرایش های غلیظ، با این لباس های وحشتناک، با این لباس هایی که خیلی خیلی زننده میان بیرون. مردا فقط میخوان به زنا نگاه کنن، فقط میخوان چجوری بگم، فقط واسه عزاداری نمیرن، فقط واسه گناه کردن میرن، فقط واسه گناه. ممنون از برنامه شما. خدا نگهدار شما. بیننده بعد رو میشنویم. سلام آقای هاشمی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در این راه توحیدی همیشه موفق و سربلند باشین و خدا رو هم کمکتون کنه. میخواستم بهتون بگم که بنده به همه همسرم از طرف شکنان شدیم و بیاری خدا و هدایت شما دوستان عزیز چیه هدایت یافته شدیم و خواستم به تمام شیعه های عزیز بگم که تعصب رو کنار بذارید و تعصب مثل چوب خشک میمونه، شکننده است، هیچ فایده ای نداره. و امیدوارم که روزی برسه همه دوستان، همه شیعان، همه مثل من یه شیعه هدایت یافته باشن، خرافات، بدعت‌ها و شرکیات رو دور بریزن به امید خدا. یه عرضی ندارم، به امید موفقیت شما و طرفدارانتون، به امید روزی که همه ما فرشکن بشیم. خدا حافظ شما. خدا نگهدار شما. بیننده بعد رو میشنیم. اتاق فرمان ما به علت محدوده فقط دو تماس پیامگیر رو وصل خواهیم کرد، بقیه میگذاریم برای هفته بعد. لطفا تماسهای زنده رو آماده کنید، ما بعد از دو تماس پیامگیر صدای بینندگان عزیز رو خواهیم شنید. بیننده بعد. با سلام، منم یک ساله که به جمع شما اومدم و نماز نمیخوندم، نماز زنان به شکل شما میخونم، وضو رو به شکل شما میگیرم، حرفتون همه حقه. فقط یه مقداری که نمگاهن برای من مشکل ایجاد میکنه از ذهنی، یه مقدار دوستم تفاوت شما رو با القاعده و سلفی ها هم بگید، کسایی دیگه سوء استفاده نکنن. و ولی واقعا شما منشیتون این گونه نیست، یعنی شما همیشه قیام مسلحانه رو ترک کردید. بله، چون مطلب نیاز به توضیح داره. ببینید، ما قیام مسلحانه رو جایز نمیدونیم مگر برای دفاع از نفس. قیام مسلحانه حرام میدونیم مگر برای دفاع از نفس. زمانی که قومی، شخصی به شخص یورش میبره و اون شخص در معرض خطر قرار میگیره، جونش در خطره، برای دفاع از نفسه، اون هم به اندازه‌ای که بتونه جون خودش را نجات بده. به عنوان مثال اگر مثلا فرضاً شخص با سنگ آمد حمله کرد و میتونه مثلا به عنوان مثال این شخص اسلحه دستش میتونه دستش رو هدف قرار بده، نبایستی بزنه مغزش رو داغون کنه، بایستی بزنه دستش رو، حداقل اون سنگ از دستش بیفته تا اینکه جونش هدف، نجات جان، امنیت جامعه هدف است. به همین دلیل
اسلام همیشه تاکید کرده به گفتگو. هیچ وقت ما اسلام، بله سخن از جنگ و جهاد اومده زمانی که حمله باشه و زمانی که مانع از آزادی بیان بشه. به عنوان مثال فرض بفرمایید ما میخواییم در جامعه ایران بحث توحید رو گسترش بدیم. خب اجازه به این نمیده که بحث توحید گسترش بدیم و شخص رو زور داره میگه و این شخص میشه مثلا فرضاً به نحوی حالا باش گفتگو کرد اگر گفتگو خانه نشد و اگر بر صورت زمانی باشه که امنیت جامعه به هم نزنه و جامعه در واقع امنیتش مختل نشه، اون وقتی که انسان برای این که آزادی بیان را سلب کرده، حقوق عموم مردم را سلب کرده، در این شرایط استثنایی. اما عموماً جنگ مسلحانه، انفجارها، قتل و کشتارها، قدغن حرام هست بجز برای دفاع از نفس و برای حمله‌ای که میشه. پیام حمله مسلحانه ضرورت هست، اما در واقع در هنگام ضرورت به حمله مسلحانه انسان روی میاره و اون هم حکایت شخصی که از گرسنگی داره میمیره. خب اگر به عنوان مثال یک حیوان لاشه، حیوان مرده‌ای که گذاشته شده نخوره میمیره، در این شرایط میتونین حیوان مرده رو بخوره هرچند که حرامه. و بهترینی که انسان و اصل بر اینه که انسان با گفتگو و در شبکه کلمه همیشه ملاحظه فرمودین، ما تأکید ما به گفتگوست، به ایجاد مباحث آرام، به بحث و مناقشه آرام. بیننده بعد آخرین تماس، چون وقت خیلی محدوده، ما آخرین تماس رو اصلاحیم کرد. سلام بر شما خدمت آقای هاشمی عزیز. ممنون. سلام بر شما. حرفای شما توی برنامه‌تون فرشکنان که به آقای خالدی عزیز همه عزیزمون که بر گمراهی آشکار هم که گفتن که مرد یا ذبح غیر خدا بر اصلا هیچ جای قرآن نیومده. حتی هم به حضور کن که که از بیتا بیاندگان عزیزم به سوره انعام آیه 113 تا 121 و سوره بقره آیه 173 تا 174 که در رابطه با ذبح غیر خداوند که ایشون فرمودن که خداوند اینقدر بزرگ هست که نیازی به ذبح نداره، ذبح حساب یا نذر نمیدونم که برای امام حسین انجام میدن اینا، و خداوند بزرگ و کامل و روشن اینجا بیان میکنه که ذبح غیر خدا کاملا حرام هست، یعنی نذر و قربانی هایی که برای غیر خداوند انجام میگیره. خیلی ممنون و متشکرم. متشکرم. خدا نگهدار شما بیننده عزیز. خب تماس ها رو لطفا رسید کنید. ما به پایان برنامه رسیدیم، به پایان در واقع پیامگیرها رسیدیم، هرچند که پیامگیرهای زیادی هم پشت خط هستن. من آیی اگر تمام تصویر لپتاپ رو قبل از این که سرکار خانم همیرا به عنوان اولین بیننده رو وصل کنیم، ما سوالی که مطرح میکنیم دوست داریم در این باره اظهار نظر شما اذان رو داشته باشیم. خداوند در آیه 5 سوره احقاف میفرماید و من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. ترجمه صادقی تهرانی میگه چه کسی گمراه‌تر از کسی است که جز خدا را میخواند، کسی را که تا روز قیامت به آنان پاسخ نمیدهد، حال آنکه آنان هم از درخواست اینان غافلند. آیا حضرات علی، حسن، حسین و حضرت زهرا و حضرت رسول، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، دیگر حضرات آیا جز خدا هستند یا خیر ذات خدا والعیاذ بالله هستند؟ من دون الله به شمار میروند یا خیر؟ اولین بیننده سرکار خانم همیرا از ایران، سلام بر شما. سلام استاد شمی، وقتتون بخیر. سلام بر شما خانم. خوشحالم از اینکه بعد از مدت‌ها تونستم ماشاءالله اینقدر خطوط شما شلوغه، چندین ماه من بخوام تماس بگیرم اصلا موفق نمیشم. با عرض پوزش من می‌خواستم من توضیح کنیم استاد شمی راجع به اینکه آیه‌هایی که شما قبل خوندید راجع به قیامت بود. من می‌خوام ببینم آدمای ظالم یا همین حکامی که الان هستن یا آدمای معمولی که ظالم هستن بد می‌کنن، یعنی خداوند فقط میذاره روز قیامت جواب اینا رو میده، چرا حالا جوابشون رو نمیده؟ خدا که خیلی قادر و مطلقه، اینا اینقدر باید جنایت کنن، بد کنن، ظلم کنن، یا آدمای معمولیش هم همینجور خیلی چون حتما میبینم
اینو هیچ جوابی نداره تو این دنیا بگیرم. فقط باید فرق کرد تو اون دنیا. من خیلی دوست دارم. راجع به این آیه‌ای هم که الان فرمودین، من فقط یک کلام میتونم بگم، چون به این مسئله اعتقاد دارم، یا حیول یا قیوم، کسی که زنده و پاینده است فقط اون میتونه همه کار انجام بده و قادره. یه حسن و حسین و حضرت علی هیچ کاری نمیتونن بکنن، چون اگر میتونستن کاری بکنن که اول برای خودشون میکردن که شهید نشن دیگه، پایدار بمونن دیگه، حالا تا زمانی که عمرشون مثل پیغمبر تموم بشه از دنیا برن. اگر میتونستن کاری کنن اول با خودشون میکردن. حتما انشاءالله. ممنون لطف فرمودین، متشکرم از تماستون سرکار خانم همیرا. نخیر، اینگونه نیست که خداوند فقط در روز قیامت بخواد جواب بده. انسان ها دو دسته هستن یا دو حالت دارن. خداوند در سوره آیات متعدد در قرآن میفرماد خزیون فی الدنیا ولهم فی الاخرت عذاب عظیم، خاری و خفت در دنیا خواهند داشت و در آخرت عذاب دردناک. گاهن یک انسان در عذاب، در شکنجه است، اما ظاهرش دیده نمیشه. حالا من نمیخوام مثال بزنم، حتما مستندهایی از برخی از این طغیانگران و دیکتاتورها و مستبدان رو شنیدین که میگن گاهن در اوج افسردگی به سر میبره، چنان افسرده است که با دارو بایستی آرامشش رو در واقع به دست بیاره. این عذابه، ظاهرش عذاب نیست. شما ظاهرش میبینید، وقتی ارقام و آمار دارایی هاش میبینید، میبینید مثلا چند صد میلیارد دارایی داره، اسبش نمیفهمم 300 هزار دلار هست، انگشترش مثلا چند صد هزار دلار دیگری است. اینها ظاهری است که چه شما میبینه، و عذاب درونی به مراتب از این زیورالات بیشتر است. این یک مطلب. مطلب دوم و اونم این که خداوند در سوره آل عمران چه جالب میفرماید، میفرماید ولا يحسبن يا ولا تحسبن الذين كفروا. من سوره آل عمران رو آخرین آیات سوره آل عمران تقریبا هست، بله آیه 188 سوره آل عمران، نه عذر میخوام، آیه 178 ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم تي ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. آیه 178 سوره آل عمران صفحه 73 خط عثمانتها میگه کافران گمان نبرن بی این که ما که به اونها مهلت میدیم این خیر براشون، بلکه خیر، ما میخوایم اینها لیزدادوا اثما، تا اینکه پروندهشون خوب قطور بشه، تا اینکه خوب به اون چیز برسن، یعنی به اونها مهلت میدیم تا کارشون انجام بدن. و آیات متعددی ما داریم، در حتی در سوره احقاف هست که خداوند میگه یوم یعرض الذین کفروا علی النار، آیه سوره احقاف شماره آیه، خب ما وقتمون هم رو به پایانه، تماس ها رو آماده کنیم تا فرمان ما از وقت هم استفاده کنیم. خب تماس هم منتظر باشه، اجازه فقط بدید. آیه 20 سوره احقاف صفحه 504 خدا میگه و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. میگه روز قیامت کافران وقتی حاضر میشن، خداوند میگه خوشی هاتون رو در دنیا کامل کردین، ثروت داشتین، شکوه داشتین، شهرت داشتین، محبوبیت داشتین، تموم شد. اذهبتم طیباتکم، برای اینکه اتمام حجت بشه، نگن خدایا ما روزی تو دنیا گرفتار و بدبخت و فلاکت زده بودیم، مگه فرصت بود؟ مگر بدبختی ما اجازه میداد که بریم؟ مصیبت و مشکلات و گرفتاری بود، فرصتی نبود که ما بریم مطالعه بکنیم، بریم حقو ببینیم، بریم؟ به این خاطر خدا میگه تموم شد، خوبیاتون و خوشیاتون و لذتاتون رو کردین، بله، خب حالا جاتون جهنم. البته این بازم خیلی از انسان‌ها در دنیا به سزای اعمالشون رسیدن و میرسن و خیلی از عذاب‌ها با چشم دیده نمیشه. مبحث خیلی مفصل است اما وقت خیلی محدود. انشاءالله سر جای خودش اگر چنانچه این مبحث قانع کننده نبود بازم بفرمایید، انشاءالله مطرح خواهیم کرد بر اساس وسع و دانش، انشاءالله در حد توان بیان خواهیم کرد. بیننده بعد رو خواهیم شنید. خداوند در آیه 5 سوره احقاف می‌فرماید چه کسی گمراه‌تر از کسی است که به غیر از الله، جز الله را به فریاد می‌خواند. آیا حضرت علی جز الله است یا ذات الله است؟ آقا حامد از تهران، آقا محمد از تهران، سلام بر شما. الو آقای هاشمی، سلام و رحمت الله. صدای آقا محمد بلندتر، سلام علیکم. سلام و رحمت الله. آقای هاشمی بفرمایید. من می‌خواستم مطلبی از کافتنتون
در مورد این که شما میگید که آقای برقعی تلت شکنه، بله، ولی عکس آقای برقعی که در آخر عمرش با مه نماز میکنه رو نشون نمیدید. بله، که این عکسش بالاخره همه جا تو اینترنت هست. ببین، فتوشاپ کردن، فتوشاپ کردن، فتوشاپ کردن برای ایران هیچ کاری نداره، مثل آب خوردنه. کتاب های آیت الله برقعی رو حتما مطالعه کنید. من به مناسبت زیبا فرمودین، از تمامی بینندگان عزیز تمنا میکنم سوانح ایام آیت الله العظمى سید ابوالفضل برقعی قومی، یکی از مراجع عالی قدر جهان تشیع، یکی از مجتهدین و از همکلاسی آیت الله خمینی، حتما مطالعه کنید. بینندگان قاضی خواهند بود و فتوشاپ کردن مهر که هیچ، هر چیزی هم میشه جلوش گذاشت. آقای هاشمی، در همین کتاب آقای برقعی، در کتابی که شما میگید بر سنی شدن نوشته، بله، در همین کتاب دستی از ولایت صفحه 10 آقای برقعی میگه که در تفسیر آیه سوره آیه 224 سوره بقره، آقای برقعی میگن که پس از این آیه معلوم میشود که امامان ما مانند خود ابراهیم امامت و ولایت بر مردم دارند. خب نظرتون چیه؟ بینندگان این کتاب رو بخونن. نظرتون چیه؟ در ایران چاپ بشه آزاد؟ چرا در ایران چاپ نمیشه؟ اگر قرار بده مطلبش، اعتقادش خیلی خوب بوده، چرا، یعنی منظور برای آقایون ایران خیلی خوب بوده، چرا در ایران این کتاب اجازه چاپ نمیدن؟ خب خیلی خوب حرف زده، چرا چاپ نمیشه در ایران؟ تحریف میکنید. بله، حرف ما اینه که شما کتاب آقای برقعی رو تحریف میکنید. خب اشکال نداره، اونی که ما تحریف میکنیم چاپ نکنید، اونی که شما تحریف نمیکنید چرا چاپ نمیشه؟ در کتاب فروشی ها عرضه نمیشه. تو سایت عقیده هم که مال خودتون هست. خب متشکرم. آقای محمد از تهران گوییم که ما داریم با سنگ سیاه داریم صحبت میکنیم. آقا جان، حرف هر اون کتابی که شما میدونی تحریف نشده است و بدون تحریف چرا چاپ نمیشه؟ آیت الله برقعی مثل بمب اتمی بود در جامعه روحانیت، مرجع تقلید، مرجع عالی قدر جهان تشیع، یک مجتهد بشه سنی مذهب برای ایران واقعا دردآور، از بمب اتم هم سنگین تر بود، در بین چنان لرزه‌ای به کاخ و قصر روحانیت ایران انداخت که در هیروشیما این لرزه نیفتاد. بیننده بعد، حتما بیننده عزیز، من تمنا میکنم، آقا محمد هم تشکر میکنم به مناسبت این یادآوری فرمودید، کتاب سوانح ایام آیت الله العظمى سید ابوالفضل برقعی رو مطالعه بفرمایید. کسی که قضاوت شما با شماست بیننده عزیز، ما دوست داریم هیچ وقت هیچ فکری رو بر کسی تحمیل کنیم، حتما این کتاب رو مطالعه کنید. کتاب خانمان امیلی بوک هم زیر میز کنید. بیننده بعد رو خواهیم شنید. آقا احسان از ایران، خداوند در آیه 5 سوره احقاف میفرماید هر کسی غیر از الله را به فریاد خواند گمراه است در واقع و کسی از او گمراه تر نیست. آیا حضرت علی غیر از الله است یا والعیاذ بالله خود الله است؟ حضرت علی، حضرت رسول، حضرت عمر. سلام بر شما آقا احسان از ایران. سلام. سلام و رحمت الله. شما هم خسته نباشید. آقا میخواستم بگم ما این ائمه رو واسطه قرار دیدیم، از خودشون که کمک نمیخوان. خب کسی که میگه یا علی یا ابوالفضل مدد، آیا خود الله رو داره به فریاد میخونه؟ خب ما از خودشون میگیم یا خب انشالله که شارژتون تمام شد و بر صورت یا علی مدد کسی میگه چیه؟ خدا داره میگه کسی که به فریاد میخواند. و من اضل ممن یدعو من دون الله، دعا میکنه غیر از الله، از اون فرد کسی گمراهتر نیست. خب حالا این گمراهتر یعنی یا کسی یا علی مدد بگه یعنی یا الله مدد گفته؟ خب بیننده بعد رو خم لطفا اگر ممکن باشه آخرین تماس ما بدیم، وقت خیلی محدود هست. آقا ابو مهدی از ایران، سلام بر شما. آیه 5 سوره احقاف، خداوند میفرماید اگر کسی غیر از الله را، جز الله را به فریاد خواند گمراه تر از او کسی نیست. آیا حضرت علی، حضرت عمر، حضرت رسول خود الله هستند یا غیر از الله هستند؟ سلام علیکم آقا عزیز. سلام و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز و محترم عرض ادب و سلام دارم. ممنون، بفرمایید. آقای هاشمی، این که آیه گفتید آل عمران، من اجازه آقای مهدی عزیز، آیه 5 سوره احقاف اظهار نظر نمیفرمایید؟ خب الان شما من تعجب میکنم در مورد خدا صحبت میکنید ولی که خودتون اصلا نمیشناسید. موقعی که میگی خدا مثلا عاجزه، موقعی که میگی خدا آدم رو به صورت مثلا خودش خلق کرده،
موقعی که میگید که خداوند به صورت شاب الامرد بوده، خب این چه خدای من این خدا رو نخواستم. آقا بهروز از منچستر، آقا بهروز از منچستر، آقا بهروز از منچستر، یادتون میاد من گفتم اگر کسی بازی شطرنج بلد نباشه اسب را بخواد مباب وزیر ازش استفاده کنه، حرکات وزیر ازش استفاده کنه، با اون شخص یعنی شما کیشمات میشین، چون بالاخره کل مهرها وزیرن براش و هیچ وقت شما نمیتونی با این شخص بازی کنی. این شخص ابو مهدی عزیز ما همین حالتو داره. حالا من بایستی بهش توضیح بدم این اسب حرکتش اینه، این قلعه یا رخ حرکتش اینه، این فیل حرکتش اینه، وزیر حرکتش اینه و سرباز حرکتش اینه. آقا مهدی عزیز، خداوند در آیه 5 سوره احقاف میگه گمراه تر از کسی که غیر از الله را به فریاد میخواند وجود ندارد. حالا سوال، کسی که یا عمر مدد یا علی مدد میگه یا ابوالفضل مدد میگه، خود الله را به فریاد خونده یا غیر الله به فریاد خونده؟ خب اجازه وقت به من وقت میده که جواب کنم. خب مهدی عزیز اگر تا حالا به شما وقت ندادیم پس چی بود؟ بفرمایید. خب اینکه از نظر شما کسی که مثلا جایز بده توسل به بود و کش رو چه میگویید؟ رو چه میگویید؟ نظرتون چیه با نظرتون چیه با هم دیگه خداحافظی کنیم هزینه تلفنتون بیشتر از این نیفته؟ نه آقا بس شما آقا حقیقت رو مردم نمیگوید. آقا هاشمی از چی میترسید؟ آقا هاشمی میترسید؟ خیلی فوق العاده میترسم. اجازه بدید اگه حق میدید اجازه ثابت کنید من دروغ میگم، ثابت کنید به بینندگان من دروغ میگم. حالا یا من دروغ میگم یا شما. حرف شما این واقع است. متشکرم ابو مهدی عزیز، از این تلفنتون بیشتر از این نیفته. خدا یار و نگهدارتون، به هر صورت موفق باشین. خب کاریش نمیشه کرد آقای آقا بهروز عزیز از منچستر و دیگران عزیزان، با این افراد چی من چیزی به ذهنم نمیرسه مگر اینکه عصای موسی دستمون باشه بندازیم اژدها بشه، یا مثلا چی بگم معجزه‌ای بشه، مثلا جرقه ای از آسمان بیاد. با این افراد شما چی می ما چی بگیم؟ من میگم و من ادل من یدو من دون الله، کسی غیر از الله را به فریاد میخونه گمراه‌تر از اون کسی نیست. اون آقا حرف خودش میزنه. من با این افراد اگر ها 400 سال هم وقت بود، 400 سال هم ادامه میدادیم، آخرش به همون جایی میرسیدیم که الان هستیم. ملت عزیز، خواهر و برادر محترم، دین، اعتقاد، اندیشه اساس خوشبختی و یا اساس بدبختی ما را رقم خواهد زد. این اندیشه‌ای که در ایران ما بخش عظیمی از روحانیت نامش اسلام گذاشتن، اسلام نیست، کاری به اسلام نداره، فقط نام اسلام رو یدک میکشه، فقط لاغر اندیشه است که از سال 300 هجری به بعد کم کم ساخته شد. در لابلای فرامین حضرت علی نخواهید یافت، در لابلای فرامین حضرت زهرا، حضرت حسن، حضرت حسین، اهل بیت عزیزان ما هستند، در این فرامین از اهل بیت نخواهید یافت. به امید روزی که ما به حال خود رحم کنیم. به پایان برنامه رسیدیم، تا قسمت دیگر خدایا رو نگه دارد. و واقعا به همون دین ناب محمدی و همون خداپرستی می آوردم. بار الها به خیالم من تو را می خواندم، به سحرگه خواندم. توی قادر، توی مطلق، به سوزان ریشه ظلمت که من فریاد ز نسلی آسی و قومی پریشانم.